یک بار دیگه این بحث رو ردیف کنیم، تکرار کنیم. ما ماده و جرم جهان را در 1 میلیارد سال پیش فرض می‌کنیم 100. در 1 میلیارد سال پیش جرم جهان 100. صورت فرض کنیم در اون موقع 1. پس کل جهان میشه 100 ماده به علاوه 1 صورت. میپرسیم امروز وضع جهان چیه؟ اگر 100 ماده محفوظ مانده میشه 100 ماده، یعنی میگیم امروز یکی از این چند حالته، یا 100 ماده به علاوه این صورت، پس در جهان فزایندگی بوده. میگیم منشأ این واقعیت های نو که قبلا نبود چیه؟ یعنی منشأ این صورت ها. اگر منشأ خود ماده است، معلوم میشه ماده یک خصلتی داره و آن این است که میدهد بیان که از خودش کم شود. این نمیتونه ماده باشه، این دیگه خداست. و اگر نه، این صورتها را غیر ماده داده، معلوم میشه صورتها مبدأی دیگر دارن غیر از ماده، باز اون مبدأ خداست و اون هم مبدأ ماده میشه هم مبدأ صورت. و اگر ماده امروز دیگه 100 نیست، 90ه، چون 10 تاش تبدیل شده به صورت. امروز ماده 90 است به علاوه 1 صورت به علاوه این صورت. و این معادله درسته برای اینکه 10 تا از این ماده ها تبدیل شده است به این صورت. این معناش این است که جرم جهان در یک خط، در خط یک آنتروپی و کهولت و رو به فنا رفتنه. پس یه زمانی میرسه که دیگر ماده‌ای وجود نداشته باشه، پایان خواهد داشت. وقتی گفتید ماده پایان داره، یعنی آغاز نیز دارد، چون هر چیز پایان داشته باشه آغاز داره. یعنی وقتی رو به اول میریم، باید به یه جایی برسیم که بگیم اونجا اول ماده است. اگر آغاز داره، آغازگر میخواد، یعنی اون وقت خود ماده مبدع میخواد. فرض سومی هم وجود نداره. این است که پذیرش این که این جهان طبیعت یک شدن مستمر است، خود به خود نتیجه میدهد که این در این جهان طبیعت واقعیت‌های نو به نو به وجود میاد. وقتی می‌خواهیم سرچشمه و مبدأ این واقعیت‌های نو به نو رو بشناسیم، اول می‌ریم سراغ ماده. عیبی نداره، ما نمی‌ریم، ما حالا همراهی می‌کنیم با ماتریالیست‌ها، می‌ریم سراغ ماده، ولی می‌بینیم ماده به هیچ عنوان توانایی مبدأ بودن را ندارد، چون یا میزان جر و ماده ثابته یا کم شده. اگر ثابت باشه خوب، پس چطور میتونه این صورتها رو بده؟ میگید میده بی کم بشه، این دیگه ماده نیست، این خداست. میگید این نداده، یه چیز دیگه این صورتها رو داده، پس مبدأ صورت خداست. و اگر کم شده است تا حالا و تبدیل به صورت ها شده، بنابراین پایانی خواهد داشت و هرچه پایان دارد آغاز دارد، پس خودش به خودش متکی نیست، باز متکی به یک مبدأ دیگر از خدا. به مناسبت این که جهان طبیعت یک شدن است، ما به مطلبی منتقل شده ایم، حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن. اون وقت میدونید که در همین رابطه در حقیقت همین مطلب پذیرفته میشه
یعنی در میان این شقوق پذیرفته میشه که ماده در حال شدنه و این شدن همراه با تبدل ماده به صورته و بنابراین اصلا واقعا هم فرجامی داره که همون قیامت باشه و متکی به مبدا هم هست، یعنی از میان تمام این فروض با توجه به مبدا و معاد ما این فرض را میپذیریم که جهان شدن است، شدنی برخواسته از ماده اما مبدعی دارد که هم مبدا ماده است هم مبدا این حرکت شدن و فرجامی دارد که فرجامش یک تحول تام کامل هست و پیدا شدن جهانی جدید و وضعی جدید به اراده و مشیت همان مبدعی که وضع کنونی را پدید آورده است. در حقیقت این بحث هم با مبدع ارتباط پیدا میکنه هم با معاد، بحثی است در ارتباط با مبدع و معاد. گاهی میگوین ای آقا شما میخواید بگید این صورت یک واقعیت است، یه چیز شکل یک عرضه. این خیلی بی‌لطفیه. بیشتر زندگی ماها رو چی میچرخه؟ روی همین شکل. میپرسیم ما، میگیم فرق انسان با سنگ چیه؟ سنگ ماده نی؟ آقا 10 کیلو، 10 نه، 80 کیلو، 70 کیلو، 70 کیلو سنگ، 70 کیلو آدم، اینا جرمشون مساویه یا نه؟ حالا البته ما مساویه جرم، تساویه جرم فقط در وزن نمیگیم، ولی حالا به عنوان مثال میگیم این رو. 70 کیلو سنگ، 70 کیلو آدم، فرقشون در چیه؟ فرقشون در شکله، فرقشون در ترکیبه. به خصوص اگر کسی قبول کرد که حتی عناصر مختلف فرقشون فرق کیفی و کمی است که برمیگرده باز به فرق کیفی. اگر اکسیژن وزن اتمیش 14 است، اگر هیدروژن وزن اتمیش 1 و اگر خواص اینا با هم فرق داره، همه اینا برمیگردد به این که کیفیت قرار گرفتن اتم ها، کیفیت شکل اینها، همه ایناست. تو تفاوت تو همین شکل ها و عدد ها و قرار گرفتن هاست، تفاوت توی شماره الکترون ها و پروتون ها. پروتون که معمولا میگیم یکیست، اما هسته پروتون متناسب با عدد الکترون ها از نظر خود اون هسته پروتون باز تفاوت پیدا میکنه. میگید تفاوت ها تو همین شکل کار، تو شکل قرار گرفتن، توی عدد این هاست. بلا میگید کل جهان، همه جهان یک جرمیست که در همه جا مقداری الکترون و مقداری پروتون و مقداری نوترون و مقداری اون دیگر، اونهای نشناخته که بعضیاش هم داره شناخته میشه، بلوی هم قرار گرفته. پس تمام واقعیت هایی که بنده و شما را این همه این ور و اون ور میبره مربوطه به چیه؟ مربوطه به همین شکل هاست، مربوطه به همین ترکیب شدن ها و از هم جدا شدن هاست. شما یه لیوان آب میخورید، تشنگیتون برطرف میشه، همچنینیست؟ حالا برید توی همین یه لیوان آب را تبدیل کنید به یک مقدار بخار آب تو فضا، تشنگیت اونجا نفس بکشید، تشنگیتون برطرف میشه؟ همین که اصلا آب مایعه یا بخار میشه، در استفادهایی که شما ازش میکنید تأثیر داره، در حالی که حتی ماهیت شیمیاییش هم فرقی نکرده و تغییر صرفا یه تغییر به اصطلاح فیزیکی است در مقابل شیمیایی، تغییرات فیزیکی. و اگر شما آبی را که معمولا رو آتش می‌ریزید خاموش میشه، هیدروژن و اکسیژنش را از هم جدا کردید، هر دوش مشتعل شونده است،
هم هیدروژنش مشتعل شونده است، هم اکسیژنش مشتعل شونده است. بنابراین خواصی که ما و این خواص واقعیت‌های زندگی ما هستند. میشه لطف کنید به جای اینکه یه لیوان آب بخورید یک مقدار اکسیژن توی حلق شما آزاد کنن؟ چی میشه؟ انفجار به جای سیراب شدن. اصولا ما اون چیزهایی که به عنوان واقعیت‌های مؤثر در زندگیمون میگیم بیشتر به همین صورت‌ها و شکل‌ها مربوط است به ماده. مواد ساختمانی این سالن رو روی هم تلمبار کنن توی حیات، میشه لطف کنید کلاسون رو تشکیل بدید؟ در حالی که این صرفاً یک تغییر فیزیکی است که اینا رو بیارن با نسبت خاص و فاصله های خاص روی هم بچینن. و شما میگید تغییرات شیمیایی هم اگر خوب دقت بکنیم چیزیست مثل تغییرات فیزیکی، یه قدری ریشه دارتر. و شما میگید حتی شما مادی، یک آدم ماتریالیست، شما میگید حتی اون چه به نام روح و جسم مینامی هم اونم غلطه، اون چه به نام ذهن و عین مینامی اونم غلطه. ذهنم همون ماده است، روحم همون ماده است، منتاش کیفیت اون فرق میکند. پس تمام اون چیزهایی که ما در زندگی بهش دل میبندیم و ترتیب اثر بهش میدیم مربوط به همین چیزهاست، همین صورت ها، همین کمیت ها و کیفیت ها. بنابراین نگید که اینا واقعیت ها نیستن. نه خیر، اینا واقعیت هن، اونم چگونه واقعیتی؟ پس این مسئله بسیار روشنه که این جهان طبیعت که در حال شدنه، اگرم فرض کنیم که میزان جرمش ثابته و تغییر نمی کنه، مجموعه هستی در حال شدن در حال چیه؟ در حال افزایشه. و اگر گفتید به این که نه این افزایش نیست، این تبدیل جرم به صورت، غیبی نداره، ولی در این صورت رو به آنتروپیه، رو به فرجامه، و اگر چیزی فرجام داره آغاز داره. وقتی آغاز داشته باشه برخواسته از یه مبدأه، وقتی مبدأ داشته باشه پس مبدأ هستی هم دائما در حال افاضه است و باز جهان در حال افزایش میتواند باشد. دیگه اونجا نمیگیم حتما هست، میگیم میتواند باشد. بنابراین خود فضایی و خود افزایی در صورتهای جهان قطعی است. این یا همراه است با ثابت موندن میزان جرم جهان، پس کل جهان افزایش پیدا کرده و مبدأ این افزایش خداونده، یا همراه است با کاهش جرم جهان به اندازه افزایش صورت‌های جهان. در این صورت این ماده رو به آنتروپی است و آغاز و فرجام داره، پس آغاز داره و اون آغازگر مبدأ هستی و خداونده. و ما خداوند را فیاض و دارای افاضه می‌دانیم، فیض دائم. پس باز جهان در حال فزایندگی دائم هست. یزید و فلخلقه ما یشا، تعبیر قرآن این است که او در خلق و در آفرینش اون چه میخواهد میافزاید. خیلی جالب این که اگر ما واژه خلق را در این آیه به اون معنی اخصش به کار بریم درست میشه مربوط به صورت ها، چون خلق در معنی اخصش به معنای دگرگون کردن است. یعنی در این دگرگونی ها
اون چه میخواهد میافزاید. خلق در قرآن هم به معنی عام به کار رفته یعنی ایجاد، هم به معنی خاصش یعنی دگرگونی، تغییر دادن. و واژه شناسان قرآن بر این نظرند که معنی اصلی خلق همون دگرگونی است، دگرگون کردن است. و بعد این معنی توسعه داده شده و در برخی از آیات خلق و معنی ایجاد به کار رفته. فعلا ما نمیخوایم یکی از این دو نظر رو تأیید کنیم، بلکه میگوییم به هر حال اگر خلق در اینجا به معنای خاص خودش باشد، فزایندگی در کجا تأکید شده؟ در صورتها، یزید و فی الخلق مایشا. این رو بخونیم. حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن در مجموع تطورات و دگرگونی های عالم آهنگی خاص میابیم، آهنگ رشد، گستردگی و تنوع و پیچیدگی فزاینده. اینجا ما روی نکته دیگه هم دست گذاشته ایم و آن این است که این فزایندگی توش آهنگ رشده، آهنگ تکامله. تکامل یعنی چی؟ ماتریالیست هایی که خیلی دقیق تر شدن در این دهه های اخیر، اینها میگویند اون چه شما بهش میگید تکامل، دیولوپمنت، این در حقیقت تکامل به اون معنای این که کامل تر است و پربهاتر است ما نمیخوایم بگیم. میگیم پس چی میخوایم بگیم؟ میگن اون چه نام تکامل شما روش گذاشتید، این همون خودشکفتگی همراه با خودپیچیدگی است. یعنی وقتی که یک ذره در درون خودش انفجارای پیدا کنه، خودشکفته بشه و همراه با این خودشکفتگی روز به روز پیچیده تر بشه، میگیم تکامل پیدا کرده. وقتی میگیم انسان نسبت به گیاه کامل تره، معنی کامل تر اینه که انسان یک موجود پیچیده تر از گیاه است. رشد یعنی اینکه موجودات مادی از سادگی به سمت پیچیدگی رفتند. ما فعلا نمیخوایم با اینا بحث کنیم که آیا این پیچیدگی معناش پربهاتر شدن و کمال به اون معنی دقیقی که ما میگیم هست یا نه. ما بحث نمی کنیم. ما میگیم همین آهنگ فزایندگی پیچیدگی و این خود فضایی که خود شکفتگی همراه با پیچیدگی را با خود می آورد، این را می خواهیم در جهان مورد دقت قرار بدیم. این برای ما یک موضوع اندیشیدن است. در مجموع تطورات و دگرگونی های عالم آهنگ خاص می آبیم، آهنگ رشد، گستردگی و تنوع و پیچیدگی فزاینده. همه پدیده ها به تدریج گسترده تر می شوند و شکوفه های تازه‌ای در دامن خود می رویانند. ببینید این تازگی ها که ما می گیم
به چندین معنا تازه است. اولا اگر تکرارم میشد تازه بود، برای اینکه هر تجزیه و ترکیب و هر تحلیل و تفریقی یک رویداد جدید است. یعنی اگر حتی هیچ پیچیدگی فزایندم پیدا نمیشد، انواع جدیدم در عالم پیدا نمیشد، همیشه تجزیه و ترکیب های مستمر بود، با صورت های تازه پیدا میشدن. ولی ما در اینجا یک قدری از این بالاتر میریم، میگیم اصلا صورت های نوع بی سابقه. انسان دارای یک صورت جوهری است و این صورت جوهری و صورت نوعی انسان هیچ سابقه ندارد، یک امر بی سابقه است. بنابراین حتی نوعی به این معنا، یعنی نوعی بی سابقه. به نظر ما نوعهای با سابقه هم نوع هست، اما نوعی بی سابقه دیگه نوتر است. همه پدیده ها به تدریج گسترده تر می شوند و شکوفه های تازهی در دامن خود می رویانند. اما برای این تکامل دوره ایست که هر یک از مجموعه ها و منظومه ها رفته رفته انرژی خود را از دست می دهند و فرسوده می شوند. این مسئله آنتروپی در هر یک از منظومه ها قطعی است. خود انسان یک منظومه است، به وجود می آید، رشد می کند، به سمت کهولت می رود و بالاخره از هم متلاشی می شود. بنابراین در رابطه با هر یک از این منظومه های کوچک و بزرگ عالم مسئله آنتروپی قطعی است. ولی ما آنتروپی رو فعلا با کل عالم مطرح کردیم. میگه کل جهان طبیعت نیست چنین است که پس از همه گستردگی ها که در پیش دارد سرانجام به خاموشی گراید و از هم گسیخته شود، چه طبق محاسبات دقیق علمی آنتروپی جهان رو به افزایش است. به دنبال این بحث ما یک بحث دیگر رو دنبال کردیم و اون بحث تکامله. گفتیم تکامل در جهان طبیعت عبارت است از پیدایش موجودات پیچیده تر در دامن حرکت گسترده و این پویش مستمر ماده و طبیعت. این سیر پدیده ها از سادگی به پیچیدگی ممکن است پایان داشته باشد. تا امروز که با هم اینجا داریم صحبت میکنیم، پایان این چیه؟ انسانه. در قله موجودات پیچیده جهان، در میدان آگاهی امروز ما فعلا کی قرار گرفته؟ انسان. این دیگه همه معتقدین به تکامل جهان و به قوانین تکامل و حتی به تکامل داروینیستی هم همین رو میگن. در اوج و قله تکامل به معنای پیدایش موجودات پیچیده تر در بستر تاریخ، در اوج امروز انسان قرار گرفته. سخن این است که اگر فرض کنیم تکامل کل عالم طبیعت با پیدایش انسان به پایان رسیده، تکامل خود انسان به پایان نرسیده و پایان هم ندارد. یعنی ما برای کدح و تلاش انسان در سبیل خدا و راه تکامل الهی پایانی نمیبینیم جز وصل و لقاء خداوندی، جز لقاء الله،
که اونم پایان نیست در حقیقت، پایانی ندارد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اینه که به دنبال این ما میخوایم به مسئله تکامل یک معنی تازه بدیم، معنی که قرآن بهمون میده، معنی که جامعه‌بینی اسلامی بهمون میده، و آن این که اگر بگیم در آخرین حلقه حرکت تکاملی طبیعت انسان قرار دارد و دیگر حلقه بعدی وجود ندارد، خود انسان یک حرکت کمال یاب بی پایان داره. بنابراین کل جهان طبیعت از مجرا و از طریق انسان چی پیدا میکنه؟ یک تکامل بی پایان. اگر قرار شد تکامل انسان بی پایان باشه، تکامل طبیعت از طریق انسان میشه بی پایان. چون بالاخره انسان از چی به وجود آمده؟ از دامان طبیعت به وجود آمده. البته بعد میگیم که طبیعت خالص نیست، نفخه الهی هم دارد. پیدایش انسان. سرانجام در جهان موجودی چون انسان پدید آمده که در پی تکامل طبیعی محدودش میتواند تکامل معنوی نامحدود داشته باشد. هر یه دونه انسان اینطورا، نه کل بشریت، هر یه دونه انسان میتواند تکامل معنوی نامحدود داشته باشه، کل بشریت که در جای خود، و بدینسان برای کل جهان تکاملی وقف ناپذیر و سیری بی پایان میابیم به سوی ابدیت و کمال مطلق از طریق تکامل انسان. و به این ترتیب کل جهان به سوی یک نقطه روان است. کل جهان طبیعت به سوی یک نقطه روان است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه در آسمان و زمین است تسبیح گوی اوست. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اینها بیان فشرده ای بود از رابطه حرکت بودن و شدن بودن جهان با مبدأ جهان و با مقصد جهان، و مبدأ و مقصد یکی است. همو که مبدأ است، همو مقصد است. چز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. کل جهان از نیستان ابدیت بریده شده و حالا به سوی اصلش باز میگردد که کل شیئن یرجع الی اصله و انا لله و انا الیه راجعون. الیه مرجعکم جمیعا. و قرآن سراسر پر است از تعبیراتی اینچنین. خوب میبینید که خیلی مطلب در اینجا فشرده گفته شده، چون وقتی خواستیم مواضعمون رو بیان کنیم نمیتونستیم که برای هر تیکش یک کتاب بنویسیم. اون قسمت اولی هم که در رابطه با این بحث با خودشناسی عرض کردم او در آینده میاد، ولی اینجا لازم بود بیان کنم. مطلبش در آینده خواهد اومد، اونجا سریعتر ازش عبور خواهیم کرد و اگر توضیح بیشتری لازم باشه اونجا خواهیم داد. خوب این حدود یک ساعتی که برای گفتن در نظر گرفته بودیم.